على محبة الحسن والحسين، غفر الله لكم. الثالثة بأعلى أصواتكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف المرسلين أبي الزهراء محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام على العيون الغائرات، السلام على الشفاء الذابلات، السلام على النسوة المسبيات، اللهم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى سفره باز است، بیایید غذا آماده است، سفره باز است، بیایید غذا آماده است، هر کجا صحبت توبه است خدا آماده است، بهترین فصل پریدن به خدا اکنون است، بال پرواز بگیرید هوا آماده است.
شهر با خبر از سفره احسان سازید، آن کریمی که کشد ناز گدا آماده. ای که جا مانده ای از توبه ماه رمضان، فرصت توبه در این ثانیه ها آماده. همه آییم که دعوت شده ای، خوب یا بد همه آییم که دعوت شده ایم، که در این بزم برای همه جا آماده است. دیگر از درد گناه کشیدن کافی است، دیگر از درد گناه کشیدن کافی است. هرچه در دست بیایی دوا آماده، ماه احسان علی و حسن و فاطمه شو، ماه احسان علی و حسن و فاطمه شد. با آمدن سار خدا سفره مادری خون خدا آماده است، سفره مادری خون خدا آماده است. آخر درد دلم روزه بخوانم خوب است، آخر درد دلم روزه بخوانم مجلس گریه ما اهل بکا آماده است. دل من پر زد و باز به گودال رسید، دل من پر زد و باز به گودال رسید، تا سر شاه آتش نیزه چرا آماده است، تا سر شاه آتش نیزه چرا آماده است. تا نشینم به روی بوسگه پیغمبر، خواهرش دید که یک چکمه به پا آماده است. تیز می کرد سر خنجر خود را نامد، هر ملک گفت که شمر بیا آماده است. الهی بالحسین الهی العاف، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا،
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أطروا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أبدأ هذه الليلة بمثال، والأمثلة تضرب ولا تقاس وتقرب من جهة وتبعد من جهات، إلا أن فيها مواعظ وعبر. أحد التجار كان في السفينة يريد نقل أمواله وممتلكاته، أمواله وممتلكاته وكل ما يملك من مكان إلى مكان. ركب السفينة وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تغرق السفينة، فما بقى أحد إلا وغرق، بقى فقط هذا التاجر، رمى بكل ما يملك من مال وذهب وحتى ملابسه الشخصية، كل شيء. الغريق يتعلق بالقشة، مو بقشة، يتعلق. شاءت إرادة الله وأحس في تلكم اللحظات بحاجته إلى مصدر واحد لم يخذله، هذا النور الذي في داخله لم يخذله، وإذا به تتقاذفه الأمواج فيصل إلى الساحل. فتح عينيه وإذا بالمياه، ماء البحر تلاطف خده وعينه. الآن ماذا أصنع؟ التاجر يحدث نفسه، ماذا أصنع؟ أنا في جزيرة لا أعرف شيئا عنها، هل هناك حيوانات مفترسة؟ إذا جن علي الليل كيف أتي بسراج؟ أتي بنار. فأخذ يبكي خائفا مرعوبا عاريا لا يملك شيئا جائعا يرتجف خوفا، أخذ يبكي. وهذه هي حالة الناس، حالتنا حينما نأتي إلى دار الدنيا عريانا جائعا باكيا مرتجفا. وإذا هناك بأربعين فارسا وهناك جواد بلا سرج، أقبلوا إليه، سلموا عليه، أعطوه الثياب، لبس الثياب، أعطوه شيئا من الطعام، ركب بهذا الجواد وأخذوه إلى أين؟ سوف تعرف إلى أين. وإذا بهذا التاجر يؤخذ في قصر مرفع جميل، ثم جاءوا إليه فألبسوه التاج وأعطوه مقاليد الملك. استغرب من أمرهم، قالوا له: أيها التاجر، عش منعما مرفها ثلاثة أيام، أنت في ضيافتنا. ثم ألبسوه التاج وأخذوا يحيونه بتحية الملك. تعجب، التفت إلى أحد من الحاشية، ما الذي يحدث؟ ما القضية؟ ما القصة؟ وإذا به يقول له: هذه الجزيرة، هذه البقعة، هذا المكان، الناس فيها، الناس كلهم متساوين، ما عندنا واحد زين وأحسن وواحد أنقص أو إلى آخره، وإحنا نريد ملك، ما اتفقنا على ملك نجعله
يأتمر وينهى ويزجر ما عندنا. فاتفقنا على أنه كل من يطلع من هذا البحر نجعله ملكا لمدة عام سنة، وله جميع الصلاحيات للملك، جميع الصلاحيات. قال: وملككم ماذا يعمل، ماذا يفعل؟ قالوا له: يأمر، ينهى، يأكل، يشرب، الملذات، الشهوات، إلى آخره، اللي يريده، لكن ضمن إطار المملكة. هناك قوانين لا نستطيع أن، وهناك سقف عليه أن يلتزم بهذا السقف. شايفين بعض الناس اللي عندهم الأموال والشهرة والجاه والناس تهتف بأسمائهم، الآن حتى لو كان هذا الإنسان شهواني شهواني، هناك قوانين تحد من شهوته ولا لا؟ إذا أراد أن يشرب وهو يقود سيارة يسمح له؟ لا. هناك قضايا لا تسمح له حتى لو كان إنسانا شهوانيا، أكو قضايا حاطيها حتى الأمور تسير، مو شكل سير. ثم أنه قالوا له أنه أنت تنهى ولك التدبير ولك ولك ولك، فسأل هذا السؤال المهم: ثم ماذا؟ كم هي المدة والمهلة التي أكون عليكم ملكا؟ قالوا له: عام واحد. السؤال المهم بعد هذا العام: ما الذي يحدث لي؟ وبعد السنة شو يصير؟ أكو ناس مشاهير عندهم فلوس، عندهم جاه، عندهم عندهم، لكن بعدين تقرأ عنه بأنه كان في الحمام أو وين، ووجد بجواره علب علب من الأدوية ومات. لماذا مات؟ لأنه كان يستخدم أدوية إما للإدمان إما لمضاد الاكتئاب، مكتئب قدام الناس يضحك ويضحك الجماهير وإلى شعبية، لكن يروح ببيته يبكي ويرتاد هنا وهنا، يدور على طبيب نفساني يداوي، وبالنهاية الملذات والشهوات وإلى آخره، تشوف هذا وضعه، انتحر، مات جلطة مفاجئة، ضرب يده، أراد أن ينتحر، إلى آخره. فرأسا هذا التاجر الذكي سأل هذا السؤال: ثم ماذا؟ وبعدين بعد السنة أنا شو أسوي؟ هذا السؤال اللي لازم الواحد يسأل نفسه. بس لذة وأكل وشرب ونوم، وأقول لكم تأتمرون وأنهاكم تنزجرون تنتهون، هو هذا بس؟ وبعدين شنو؟ قالوا له: ثم نأتي ونأخذك إلى جزيرة أخرى. ما اسم تلك الجزيرة؟ جزيرة الوحشة والظلمات. وما في هذه الجزيرة، جزيرة الوحشة والظلمات؟ قالوا: هذه الجزيرة فيها الوحوش والسباع الضارية والهوام، فيها الحيوانات المفترسة، نضعك هناك. هذا هو، هاي قضيتنا، يعني هالشكل متفقين، يعني تنقلوني من مكان مثل هالمكان القصر المرفه ال وبهذه اللذات، الأكل والشرب و و و، وبعدين تنقلوني إلى جزيرة الظلمات. قالوا له: إيه هذا هو، تحب؟ أهلا وسهلا. صبرا بني الكرام، الإمام الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام، أنتم تخرجون من سجونكم، من السجن، هاي الدنيا سجن المؤمن، إلى القصر المرفه الجميل، وأولئك يخرجون من قصورهم إلى السجون والعذاب الشديد. التاجر هنا وقف هنيئة، يعني تودوني هناك؟ أي زين، أنت قلتم لي أنه أنا أستطيع أن آمركم فتأتمرون،
أنهاكم وتقبلون كل شيء؟ نعم. زين، إذا كان ولا بد فأنا أريد أول شيء أسوي طوق الآن، أذهب إلى تلكم الجزيرة، هسه أروح لها جزيرة الظلمات، وأودي وياي عماله، أودي وياي الناس اللي يعرفون المهندس الكذا الغيره البناء. أول شيء أروح أحط طوق كبير، مكان واسع جدا، أقتل الحيوانات المفترسة اللي تحدثوني عنها، وبعدين أجي أبني قصرا أرفع وأجمل وأفضل من هذا المكان اللي أنا عندي اللي أنتوا حاطيني فيه هذا. خب ما في مشكلة؟ قال لا، إحنا قلنا لك ضمن إطار المملكة، شو تريد نسوي نسوي لك. زين، بدأ باليوم التالي. باليوم التالي يجيب أول شيء يتخلص من هذه الحيوانات المفترسة الضارية. الحيوانات المفترسة الضارية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، بعد المشرقين يعني. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله يحبك، الله يحذرك، ويحذركم الله، انتبه، اكو حيوانات مفترسة، اقتل هذا العقرب واقتل هذه الحية وهذا الكلب، اقتله هسه، اقتله تقدر، هاي الحية وهاي العقربة وهذا الكلب من وين؟ عملك عملك عملك. يروح في نار جهنم يصيح، يبدي يصيح، شنو هذا العذاب؟ ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد. إحجاية، قهرت واحد، كسرت قلب واحد، أكو ناس لسانة مثل الحية، يلدغ يلدغ يلدغ. شافوا واحد منهم في عالم الرؤيا، شلون وضعك حج فلان؟ والله زين، مرتاح، وضعي زين. لكن كل صبح كل صباح تأتي إلي عقرب، يأتي إلي عقرب فيلدغني من إبهام قدمي، أئن وأئن وأئن. يوم الثاني بالصبح نفس الشيء. ليش؟ لأنه كواحد مسكين كنت أكسر قلبه، أضحك عليه، أغتابه، هذه تحولت إلى هذه، ماكو كل شيء. تقوم بأي عمل في هذه الدنيا تشوفه في تلكم النشأة إخواني، كل شيء. تصلي على محمد وآل محمد، هناك قصر يبنى لك. اللهم صل على محمد. شجرة تغرس لك نفس اللحظة تماما. واحد ثاني شافوه في عالم الرؤيا، ها شلونك حج فلان؟ قال والله تمام، لكن فد ورطة عندي، مشكلة عندي. شنو هالمشكلة؟ انا عندي عقرب، اكو عقرب هذا دائما وياي، كل ما اريد اطرده ما اقدر، منغص علي حياتي البرزخية كلها. ليش؟ لانه يوم من الايام، انا قبل ما اكون رجل ورع ومتقي وكذا، سرقت لي سكين، سرقته ونسيت ارجعه واستحلل، وين السكين؟ في مكان الفلاني. راحوا حفروا، شافوا بالفعل رؤيه صادقه، وخروا السكين، ردوا المظالم رجعوها، واذا بنفس الليله في عالم الرؤيا، رحم الله والديك خلصتني من هذا العقرب تماما. كل شيء تسوي هنا تشوفه هنا، كل شيء تشوفه تجد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والقصص كثيرة وكثيرة اخواني، كثيرة جدا. هاي القصة وانتهي. واحد، النبي عيسى بن مريم
سلام الله عليه أحيا رجلا بحالة جدا مزرية، ممزق الثياب، وضعه وضيع، تعبان، محروق. قال له شلون، كيف وجدت الموت؟ قرضا بالمقاريض، هتشي هتشي هتشي، تعذبت هواية. قال له شلون الدقة في الحساب، وكنا وكفى بنا حاسبين، مثقال ذرة جيبة، الخردل الصغير، شنو قضية هناك؟ قل لي. قال أنا شغلتي حطاب، أودي الحطب منا لهنا ومنا الحمال، كل شيء يطوني، يوم من الأيام شلت حطب، كان هناك طعام بين أسناني، أخذت قطعة صغيرة من الخشب وخرتها وذبيت الخشباية الصغيرة اللي مو بالعين، نسيت أقول لهذا صاحب الخشب صاحب الحطب أنا أخذت منك، وعلى هاي هماتين قاعد يعذبوني. حق الناس حق الله، كل ما تسوي هنا تشوفه هناك. أجي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مكان بعيد كذا، يا رسول الله علمني في الشغلة تفيدني دنيا وآخرة، كلمة واحدة جامعة مانعة شاملة. قال له كل ما تسوي هنا تشوفه بالقبر خير أن يسألك، شر شر إلك هناك تشوفه، وبالقيامة تشوفه، وكل مكان تشوفه. يلا هسه أنت الحساب عندك. فأخذ هذا الذكي منه، الذكي اللي يقتل هالحيوانات الضارية المفترسة، شلون؟ برد المظالم، بالتوبة، بالاستغفار، يقتلهم. راح هذا التاجر، لا تنسى القصة، اتخلص من هالحيوانات الضارية، وإذا به بدأ يبني هذا القصر الكبير الجميل العظيم. بنى بنى بنى، قبل أن يطلع من سنته المتفق عليه ذهب إلى هناك، قال أنا تارك هذا المكان الذي ترونه إلى مكان أفضل وأجمل وأحلى وأكبر، أنوار وأنوار وأنوار، مكان مرفه جميل. وإذا بهؤلاء قالوا له أيها التاجر، نراك ذا عقل ولب عظيم، تعال احنا ما عدنا واحد هالشكل يفكر، كل الذين جاءوا من قبلك الملوك لعبوا واكلوا وشربوا والتذوا، وبعدين هاي حالتهم تشوفوها انتو، يطلع من النقرة مثل الجريدي، وذاك الثاني يستغيث ويضرب وقدام الناس وينو، مو الشكل. انت الملك العظيم، انت الملك الذكي، انت اللي فكرت هذا المكان مو مكانك، تعال صير ملكنا الى ان يتوفاك الله. قال هيهات هيهات، ايها الناس اقول لكم كلمة، قبل ما اقول كلمته اقول كلمة مولاي وسيدي امير المؤمنين عليه السلام، وطئ المنزل قبل حلولك، وطئ المنزل قبل حلولك، ذاك هو اللي راح تعيش به، المنزل الأخروي البرزخي، انت روح عدله ورتبه. هسه احنا عندنا فرصة نعدل ونرتب، عندنا فرصة، كل لحظة كل سكنة كل شيء تسويه هنا هناك تشوفه، خيرا خيرا شرا شرا. قال لهم أيها الناس أقول لكم هذه الكلمة، شنو؟ أيها الناس كونوا مثلي، أنا اللي نظرت إلى ذلك الجانب، نظرت إلى تلكم الدار الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أنا اللي افتهمت هذا اللغز هذه القضية، هنا أنا شوية تعبت نفسي، هنا أنا استخدمت هذه الأمور، أنا ملك، وكلنا قلت لكم من الليلة الأولى إحنا كلنا مثل الملك، كل شيء بيدك، تروح للخير بيدك، تلتذ وبعدين تموت ويصير عاقبة أمرك مثل غيرك بيدك، وتجي تبني مستقبلك وتبني حياتك الأخروية هم بيدك، كله بيدك. أنا مثلكم ترى، بس أنا فكرت بنيت ذلك المكان وعمرته واستفدت من هنا، الدنيا عبارة عن عملة ذو وجهين، وجه هنا ووجه هناك، تماما احنا هسه بالآخرة،
عمل تسوي زين تشوفه هناك، عمل مو زين تشوفه هناك. فكونوا مثلي ولا تكونوا كالملوك الذين سبقوني التذوا بأيام معدودة وبعدين أعقبتهم نقمة وعذاب لا نهاية له. نقدر نتحمل أخواني، نقدر نتحمل. كلب كلب مفترس ضاري نتن يكون معك في قبرك القبر البرزخي، يعني تقدر؟ وياك وياك ملاصق معاك تقدر؟ قال هذا الكلب الذي تراه سيكون ملاصقا له إلى يوم يبعثون، تقدر؟ ولذلك تفكروا ساعة خير من عبادتي 60-70 سنة، يعني خير من عبادتي شنو؟ الدهر كله كله هنانة. ترى اللي يروح للجنة منا يروح للجنة، يمشي 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 إلى أن يصل إلى الجنة، وذاك اللي يروح للنار برجده يروح للنار 70 سنة، وإذا به يدخل في نار جهنم. منا تبجي القضية، وقضية سريعة جدا أذكرها لكم. القضية ينقلها الشيخ البهائي، يقول رحت منطقة في إصفهان سألت أحد العباد الزهاد المعروفين، قلت له شكو ماكو؟ قال لي البارحة شاب دفناه هنانة، بالليل آن العين البرزخية مالتي تشوف. الشيخ البهائي بعد، وهذا صاحب الشيخ البهائي، وإذا برائحة أتم ما يكون جميلة عمت المكان كله، وشفت نور وضياء وواحد وجه مشرق أجا ودخل هنا نفس المكان اللي الشاب دفنوه. وثم بعد قليل رأيت وإذا بكلب مفترس كريه نتن الرائحة، أصلا ما موجودة هاي الرائحة بكل عالم الدنيا. راح نفس المكان نزل، أنا متعجب أشوف شي يصير. وإذا بالشاب الجميل اللي صورته كانت زهية وريحته طيبة طلع ممزق الثياب مجروح، قال شنو؟ قال أنا عمله الصالح وذاك عمله أعماله السيئة، ما يصير إحنا في مكان واحد. الله يقول كل ويوم ندعو كل نفس، المهم تشوف هذه النفس الأعمال الخيرة والموزينة، صحيح ولا؟ أنا العمل الزين اتعاركت ويا الموزين، غلبني عمله السيئ، فبقى معه هذا الكلب إلى يوم القيامة. اللي يقدر خلي يرتكب الذنوب، واللي ما يقدر خلي يفكر. إخواني تفكر ساعة خير من عبادتي 70 سنة. صلوا على محمد وآل محمد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما دي شاب بازيزون صحبات كارديم شاب قبل شام صحبات شود و اونش که گذشتو بشكل خیلی سریعی خدمت عزیزان یه بار دیگه مختصر بگم. یک، گفتیم که انسان کیست و انسان چیست؟ هویت الهی دارد. دو، طی این چند شبی که با هم هستیم سعی کنیم خودمونو به آدمیت نزدیک کنیم. سه، امام حسین تمام نهضتشون اساس نهضتشون آدم سازی بود. اینا خیلی مهمه، اینا رو یاد داشته باشیم. چهار، گفتیم که از یعنی دیشب شروع کردیم این برنامه رو، اگه خدا بخواد هر شب اگه تونستیم یه عادت بد رو از خودمون دور کنیم، لااقل توی دفترچه یادداشت کنیم و سعی کنیم این عادت بد از ما دور باشد هر چقدر که میتونیم. حالا اون کارهایی که میکنیم را علما میگویند چیزی نابود شدنی نیست، اصلا معنی نداره یه چیزی به وجود بیاد بعد نابود بشه، منتها از چشمان ما مخفیه، ماها نمیبینیم. یعنی کسی که کار بدی میکند همون کار بد را خواهد دید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا
یاره همون بدیا رو باید ببینه. مثلا روایتی داریم قبل از آنی که بعضی یه عده ای رو قبل از آنی که ببرن در آتش جهنم اونا رو وارد آب جوشان میکنند، حمیم، بعد میبرنشون آتش جهنم. سر و صدای اینا بالا میاد، خدا چرا؟ جواب میشه ذالک بما قدمت ایدیکم، یه کاری بود تو کردی، ما به تو ظلمی نمی کنیم، کار توه، کار اون شب تو اینجوری به این حالت در اومد. بهش میگن تجسم اعمال. خب کارم چی بوده؟ گفت الان داری میسوزی با این آب جوش چون دل یکی رو سوزوندی در اون شب، در اون روز مثلا، و ازش عذرخواهی نکردی. اون دل سوزوندن، بین اون خندیدن، اگه اینجوری باشه وضعمون خیلی خرابه. هر کاری اینجا میکنی اونجا همون کار به یک شیوهی در می آید، همون کار. بعضیا مارن، کاراشون مارماننده، نیش میزنن، یا مثل عقربن مثلا. چرا؟ چون اینجا بین اون نیش میزد، میشینی یا یه چیزی میگه آبرو تو جلوی دیگران ببره. خیلی آدم باید بترسه، و خیلی باید بترسه. یکی از علما رو تو خواب دیدن، گفتن آقا شما چجوریه وضعت؟ گفت من خیلی خوبم، تو جهان برزخی دارم لذت رو میبینم، ولی من یه مشکلی دارم. مشکل شما چیه؟ گفت هر روز صبح به صبح یه عقربی میاد از انگشت شست پای منو میگزه، من باید بسوزم و بنالم هر صبح. گفتن چرا؟ گفت من یه طلبه، یه آدمی رو، بنده خدا رو، دلشو میشکوندم، تو رو خدا برید یه حلالیت از ایشون، از طرف من یه حلالیتی ازش بخواید که من این عقربه از من دور بشه. اون نیشخندم تبدیل شد به این عقربه. یکی دیگر رو تو خواب دیدن، گفتن آقا وضع شما چجوریه؟ گفت عالی، خیلی خوب، ولی من یه مشکل دارم، یه ماریه، یه عقربیه، من باید اینو هر روز ببینم، کاری هم بام نداره، ولی هی میاد نزدیک من میشه، من هر کاری میکنم اینو دور کنم نمیتونم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. آقا شما چیکار کردی؟ گفت من ایام جوونیم یادم رفته بود یه چاقو دزدیدم، چاقورم فلانجا دفن کردم، رؤیا صادقه بوده. گفت کجا؟ آدرسشو داد، رفتن اونجا چاقورو در آوردن، رد مظالم کردن، همون شب خواب همین آقا رو دیدن. گفت خدا پدرتو بیامرزه، این عقربه رو برام کشتی، این با من بود که ما من بود تا روز قیامت. آیش این آیه، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. کار خوب میکنی یه مونس خوب، یه لذت خوب. و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. بعد خدا میگه و یحذرکم الله نفسه، خدا داره زنگ خطر به شما میزند. چرا؟ والله رؤوف رحیم، خدا مهربان است، اینقدر شما رو دوست داره که داره یه زنگ خطری به شما میزنه. مواظب باش، بر حذر باش، حرف زدنت، کارات. شخصی اومد پیش پیامبر اکرم یعنی محمد مصطفی الله، گفت یا رسول الله
منده یکی از رؤسای عرب هستم، من نمیتونم هر روز بیام مدینه و از شما چیز یاد بگیرم، یه چیز به من یاد بده. این چیز تا آخر لحظه زندگیم به درد بخوره. گفت من یه چیز بهت میگم، هر کاری میکنی بدان، هر کاری میکنی، هر گفتاری، هر کرداری، هر کاری میکنی، روزی که تو رو میبرن توی قبرت همون کارو میبینی، همون کردار رو میبینی، همون گفتار رو میبینی، خوب خوب، بد بد، مونس خوب مونس خوب، کار خوب مونس خوب، کار بد مونس بد، و روز قیامت هم با همین کار خوب و همین کار بد با همینا محشور میشی. همینو بهت میگم، برو. گفت یا رسول الله خیلی حرف سنگینی زدی، هر کاری میکنی بدان که اون کارو خواهی دید، همون کار رو. بهش میگن تجسم عمل. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون کار خوبو میبیند، کار بدو میبیند، همونو میبینه. یه مثال خدمت شما عزیزان بگم که یه خورده جا بیفته این قضیه. یه تاجری بود، این تاجر سوار بر کشتی بود و کشتی غرق شد. شما عزیزان خیلیاتون توی بالاخره برای رسیدن به اینجا بعضیاتون سوار بر کشتی بودید و دریا رو دیدید و میدونید چه خبره اونجا. چند وقت پیش میگفتن تو ایتالیا نمیم چقدر آدم غرق شده، اینجا غرق میشن، بعضیاشون هم جوونن، فکر نکنید همه پیر باشن، نه بابا. خلاصه این کشتی غرق شد. خدا میفرماید ولله جنود السماوات والارض. بعضی موقع یه تیک چوب میاد، این تیک چوبه سرباز خداست، خدا به این تیک چوبه امر کرد این بابا رو برسون به ساحل، اینو میخوام زنده بمونه. آقا اینم چوبه اینو گرفت و این بابا همه چیزها رو، هرچی داشت و مال و مدار همه رو انداخت تو آب. بعد هر میدونی دیگه، اول شروع میکنه به شنا کردن تا اینکه آدم دیگه نمیتونه و غرق میشه. چشا رو باز کرد، دید آب لطیف ساحل داره میخوره به چشمانش و به صورتش. و چشا رو باز کردید، ای بابا من توی جزیره ای هستم، این جزیره چی چیه، کجام، اگه شب بشه چیکار کنم، من که بلد نیستم دو تا سنگو بزنم و آتیش درست کنم و اینا. رفت تو فکر، ترسیدم بود خیلی، شروع کرد به گریه، خدای اگه اینجا یه حیوانی، یه چیزی، یه سگی، یه گرگی، من چیکار کنم آخه. تو همین فکرا بود که دید از دور دارن عده‌ای سواره میان. یه اسبم اونجا گرفتم، اسب کسی روش نشسته، بی سرج بود، اومدن سلام کردن، لباس به من دادن، لباس سلطنتی، خیلی قشنگ، خیلی مرتب. گفتم کجا؟ گفتم بیا حالا خودت میفهمی. آقا ما رو بردن جایی، عجب جایی، عجب قصری، خدم و حشم و قضا. یکیشون اومد تاج پادشاهی رو سرم گذاشت، گفت سه روز از حالا به بعد سه روز پیش ما شما مهمونی و شما پادشاه ما هستی. این بابا ترسید، نکنه من خوابم، بیدارم، دید نه خواب نیست، بیداره. گفت یه حیلهی نیرنگی چیزی باشه، اینا میخوان منو بکشن مثلا نصف شبیه، چیکار کنم. از یکی از حاشیه پرسید قضیه چیه؟ گفت آقا اینا بومی هن، مردم بومی هن، اینا همه مثل همن، اینا کسی رو به عنوان پادشاه نتونستن تعیین کنن، اینا یه عقیدهی دارن، هر کی از این دریا بیاد بیرون
اینو به عنوان پادشاه به مدت یک سال قرار میدن، منتظر میشن باز یه نفر دیگه بیاد. یه عقیده مانندی دارن که مثلا خدا براشون یکی اینجوری آورده و این باید پادشاه ما باشه. بودن گفت خب تو این یه سال چیکار بکنه این پادشاه؟ گفت هر چی دوست داره میتونه بکنه، قضا، لذت های هر لذتی، هر چی دوست داره. ولی خب برای اداره کردن این مملکت، این جزیره، ما یه قواعد و خاصی هم گذاشتیم. میتونه بخوره، هر چی بخوره، هر امری به ما بده، هر بدی، هر چیزی، هر چی دوست داره میتونه به ما بکنه. نهی کنه منتهی میشیم، امر کنه، تدبیر بال اونه، غذا خوردن و بهترین غذاها رو، بهترین زنان و بهترین و بهترین، همش مال خودش به مدت یک سال. ولی خب یه سقفی داریم، بیشتر از اون سقف، اون لیمیتش دیگه نباید بزنه بالا. مثل همینه که مثلا شما فرض کنید یه آدمه مثلا حیوانی، فقط بخوره و بخوابه و فلان، بعضی کارا رو که نمیتونه بکنه. حتی تو همینجا که فری کانتریه، مثلا شراب که نمیتونه بخوره سوار ماشین بشه، نه؟ گفتم ما هم یه لیمیتی داریم، از اون لیمیت نزنه بیرون، هر کاری دوست داره ما براش میکنیم. گفت باشه، اینجوریه. بعد از یک سال چی میشه؟ این سوال خیلی مهمه. آقا یک سال ما پیش شما پادشاهی کردیم، بعد از یک سال چی؟ این سوالی که هیچ وقت ماها این سوالو نمی کنیم. آقا 20 سالته، 17 سالته، 18 سالته، 30 سالته، رفتی عشق بازی و خوردی و رقصیدی و کردی هر جوری، خب بعدش چی؟ کجا میری بعدش؟ ما تو سوریه بودیم، حالا الان تو ذهنم اومد، همین که بالای منبرم، باور کنید شاید روح اون پسره اومده مثلا میخواد من اینو بگم تا یه ثوابی هم حاصل اون بشه، نمیدونم. یه شب قبل از این که یکی از این جوانای 17-18 ساله حالا میگم چی شد، داشتم رد میشدم اونور حوضه زینبیه، اونایی که رفتن سوریه یادشونه، رد شدم، من درس داشتم و امتحان داشتم و اینا، یه جوان 18 ساله یواش یه جورایی به این دوره بریا نگاه میکرد و مثلا میگفت این کیه با ما سلام نمیده، مثلا سلام نمیکنه به من میگفت. من این صداشو شنیدم نمیشناختمش، اومدم جلو گفتم ببخشید من درس داشتم، فردا امتحان دارم و شما رو ندیدم، شایدم طبع من اینه، ببخشید، سلام علیکم. جواب ما رو داد، گفت ببخشید ما شرمندیم، نمیخواستیم اینجوری بشه، ولی حالا جوونیم. اینو گفتم خدا جوونی رو حفظ کنه، همه جوونا رو حفظ کنه. آقا ما رفتیم بالا تو لایبری درس بخونیم و بعدش هم رفتیم روز بعدش بریم کجا؟ بریم بیمارستان، اونجا شیفت داشتیم تو امرجنسی. رفتیم امرجنسی دیدیم این آدمی که تو امرجنسی خیلی شبیه یک آدمی میمونه، شبیهشه. یه نگاه کردم، دقت کردم، ای بابا این همون پسر است که دیشب با ما حرف زد، همونه. رفتم پرسیدم، دیدم رفقاش، رفیقای ما هم بودن، اومدن جلو سلام و اینا، ما را میشناختن. گفتم مواظب این باش. گفتم بابا چی شده؟ گفت هیچی، 18 سالشه این بابا. عرض کنم خدمتتون که نامزدی هم کرده بوده، عقدم خونده بوده، تو ماشین بوده، خانومش زنگ میزنه، ور میداره موبایل که حرف بزنه، اینجوری میکنه، یکی ماشینه میخوره به ستون. الانم وضعش اینجوریه، 7 روز تو امرجنسی بود، کبدشو، تحالشو، قسمتی از جسدشو همه رو انداختن بیرون. بعدش هم این رفقایی که مثل شما جوونن دیگه، آقا میزدن، گریه میکردن. بعضی موقعا مرگ اینجوریه، مرگ آدم بزرگ و کوچیک نمیشناسه، 17-18 نمیشناسه اینا رو.
مرد، بعد از 7 روز مرد، بردنش قبرستون و ما هم رفتیم گفتیم آره بنده خدا یه سلامی بهش کردیم یه روزی و ما هم حالا یه حقی شاید برگردنه ما داشته باشه. رفتیم جوونا رو دیم گریه میکردند و اینا، برگشتیم خونه نزدیک 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر نزدیک های غروب بود، هوام یه جورایی خیلی گرد و خاک و این مانند بود اینجوری. یکی از این رفقایی که یکی از رفیقاش که مثلا 18 19 ساله بود این سوالو کرد و زد زیر گریه، گفت این رفیق ما کجا رفت؟ چی شد؟ یه هفته پیش پر از نشاط و انرژی بود، الان کجاست؟ واقعا کجا رفت؟ چی شد؟ اگه آدم فکر کنه، برای همین میگیم بابا برید قبرستون، برید دیگرانو ببینید. آخه این که داره میره کجا رفت؟ چی شد؟ رفت با عملش به خوابه تا روز قیامت. 17-18 سال مرگ که اینا رو نمیشناسه که. برگردم قضیه این تاجره رو بگم. به تاجر گفت، تاجره زرنگ بود، گفت بعد از 1 سال چی میشه؟ آخه بعد چی میشه؟ گفتن آقا بعد از 1 سال میبریم تو رو به جایی به نام جزیره ظلمات. گفت جزیره ظلمات چیه؟ گفت جایی پر از حیوانات درنده، کسی هم اونجا نمیره، اینا هم عادت این بومیانیه، آدمای بومی اینجوریه. گفت باشه من زرنگم، اینجا یه کاری بکنم، اولندش برم این عقرب و این مار و این حیوانات درنده رو بکشم. مگه نگفتید شما هر کاری بگم میکنید؟ گفتن آره، برید بکشید. کشتن. بعد یه قصر زیبا و جلیلی درست کرد. ماها که اینجا نشستیم الان ممکنه میلیارد یا حالا یه تعداد خیلی زیادی فرشته برای ما کار کنن، کارمند ماهان. گفتم ماها مثل پادشاه میمونیم، شما الان یه صلوات بفرستی اونجا یه چیزی برات میکنن. یه صلوات بفرستی، یه توبه کنی، این حیوانات درنده رو همه رو میسوزونی میکشی. این حقیقته، این حرفا نیست که مثلا قصه باشه، نه آیه روایه همه اینا میگن. هرچی هست اینجاست، هرچی هست اینجاست، اونجا خبری نیست. تو همینجا باید کار خودمون رو درست کنیم. ای جوون، جوونی تو بکن، اشکالی نداره، ولی بدون تو هم مسئولی، یا بیا خودمون رو عوض کنیم، آدم بشیم، کاری نداره. آقا رفت و قبل از اینکه 1 سال تموم شه یک جای مجللی رو ساخت. گفتم بیا که تو رو ما میخواستیم، تو باید پادشاه ما بشی، تویی که اینقدر عاقلی. اونایی که به جای تو بودن میومدن میخوردن و میخوابیدن و فلان و اینا، بعد از 1 سال هم نمیدونستیم کجا شدن چی شدن، ولی تو زرنگی رفتی اونجا رو درست کردی. آدم زرنگ اونیه که اونجا رو درست کنه، از اینجا استفاده کنه برای اونجا. گفتن چی کاره ای؟ گفت من دارم دنیا رو به ریش دنیا میخندم. گفتن چطور؟ گفت غذای دنیا رو میخورم، استراحتم هم میکنم و از این دنیا استفاده میکنم برای اینکه اون خونه حقیقی اونجا رو بسازم. حرف اینجاست. حالا این قصه مثاله، ولی حقیقتش رو میخوای بدونی کجاست؟ محدث قمی، شیخ عباس قمی که همه باید مفاتیح جنانش رو بخونیم، یه کتابی داره به نام منازل الاخره. در اون کتاب از شیخ بهایی، فخر طائفه شیعه، از شیخ بهایی این قضیه رو نقل میکنه. شیخ بهایی یه زمانی در اصفهان زندگی میکرد. شیخ بهایی میره تخت فولاد اصفهان، اونایی که اصفهانی هستن میدونن، میره اونجا پیش یه آدمی که اهل دله، چشم برزخی داره، حقیقت رو میبینه. میبینه این داره از دهنش یه مار میزنه بیرون، میبینه این داره قضا میخوره، ولی قضا تا
تبدیل به آتش میشه ولی این احساس نمیکنه. میبینه این داره نمیدونم گوشت مرده میخوره. از این آدم ها گفت چی کاره ای چی شده، یه چیزی به بگو، چی از اسراری چیزی به ما بگو. گفت شیخ دیشب یه جوون اینجا دفن کردن، مردم رفتن، شب شد، من یه بوی بسیار زیبایی به مشامم اومد، تمام تخت فولاد و این بوی قشنگ احاطه کرد، همه جا رو پر کرد. اومدم ببینم این بوی مال چیه، دیدم چه نور قشنگی هم داره میزنه. یه آدم بوی قشنگ، صورت زیبا، زیبا چهره، با یه روشنایی خاصی رفت تو قبر همون جوونه که دیشب خاکش کرد، ظهر خاکش کردیم و الان شبشه. گفت یه خورده دیده، یه خورده گذشت، دیدم یه بوی بسیار بدی میاد، یه بویی که تو کل دنیا همچین بویی رو نمیشه اصلا تصور کرد. گفت دیدم یک سگی بسیار بزرگ و ترسناک، خیلی ترسناک. گفت یه سگیرم دیدم اومد همون جایی که اون آدم خوشکله، معطره، زیباه، همون جا رفت. من مونده بودم در تعجب که چی میخواد بشه. یه خورده دیگه دیدم آقا همون جوونه خوشکله، جوونه پر عطره با اون روشنایی خاص خودش اومد بیرون، ولی لتو پار جولیده، لباسای پاره پاره. گفتم چی شد؟ گفت بدان من کارهای نیک او بودم، اما اون سگه کارهای بدش بود. خدا هم گفته کار خوب در قبر با تو خواهد بود، در قیامت با تو خواهد بود، کار بدم با تو خواهد بود. ما دوتا جامون توی جا نمی شد، با هم دعوا کردیم، غلبه بر اون بود، اون قوی تر از من بود. من رفتم بیرون، این مجبوره با این سگه باشه تا روز قیامت. بعد شیخ بهایی میدونی چی میگه؟ میگه اومدیم و این حرف رو زدی و بعضی خندیدن. من شیخ بهایی بهت میگم و هادا من ضروریاتی مذهبنا، این مثل نماز و روزه است. کسی که بگه نماز دروغه میگی برو تو کافر شدی، کسی که بگه اینا دروغه همینطوریه، انکار بر این حرف و منکر بر نماز و روزه است. دیگه خود دانی کار خوب میکنی، اونجا اون کار خوبه رو میبینی، کار بد میکنی، کار بده رو میبینی. دیگه شما چند مرده حلاجی، هر کار دوست داری بکن، هر کار دوست داری بکن. ترس داره به خدا. شهید اول میگه من یه سفارش دارم. شهید اول فخر ما تشیعه، شهید اول میگه من یه خواهش دارم، به جوونا این خواهش منو برسونید، بعضی خوابن. آقا جون خواهش من اینه، اقلن در روز 10 مرتبه به یاد قبرت باش، به یاد اون جهان برزخی باش. بعضی از علمای ما تو خونش یه قبر ساخته بود، هر شب میرفت تو قبرش میخوابید و میومد بیرون. حالا قبر فقط این قبر نیست تا ما رو عقرب داره، نه اینکه این قبر ما رو عقرب داشته باشه ها، نه 6 feet under، نه بابا، برزخ، عالم برزخ حرف اونجاست. ممکنه شما غرق بشی ولی قبرت اونجا باشه، آتیش بشی، آتیشت بزنن مثلا، بسوزی، هیچ یادت نمونه، قبرت اونجا باشه. برای همینم هم هست داد میزنه ای صاحب من، من انا بیت الوحشه، انا بیت الدود، انا بیت الظلمه. قبر میدونه، تو نمیدونی، میدونه تو یک روزی در اینجا خواهی آمد. میگن هر روز داد میزنه ولی ما کریم نمیشنویم. ولهم آذان لا يسمعون بها، چی داد میزنه؟ ای صاحب من، من تاریکم،
یه روشنایی بفرست. ای صاحب من تنگم، جا رو باز کن. ای صاحب من وحشتناکم، یه مونسی بفرست، یه کار خوبی بفرست. ای صاحب من بدان یه روزی خواهی آمد، بخوای نخوای باید بیای، پاد باید به اینجا برسه، باید برسه دیگه، خود دانی. یا ابا عبدالله، بنابر عادت ما کربلایی ها، امشب و نوبت یکی از دختران حضرت امام حسین باید باشه. من مونده بودم روزه کی رو بخونم، روزه حضرت رقیه رو یه شب دیگه میخوام بخونم، شاید شب 12 شب 13. امشب روزه یه خانومی رو بخونم برا که حسین خیلی دوستش داشت، فاطمه علیله. امام حسین همونطور که شما میدونید عزیزان، هرچی دختر خدا بهش میداد نامشو میذاش فاطمه، از بس که مادرش زهرا رو دوست داشت، هرچی دختر خدا بهش میداد میذاش فاطمه. حتی حضرت رقیه اسمش فاطمه است، تا هرچی پسر خدا بهش میداد میذاش علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. این خانم اسمشو گذاشتن فاطمه علیله، یعنی خانومی که مریض بودن. و جالب اینجاست که خیلی شبیه مادرشون حضرت زهرا بود، خیلی شباهت داشت. در سفر به کربلا آقا میخواستن از مدینه برن کربلا، فاطمه علیله مریض بودن، نمیتونستن حرکت کنن، و بچه های حسین اینقدر مؤدب بودن، اینا اینجوری نبود که بابا بخواد بره سفر همینجوری بیان وسایل رو تهیه کنن و برن، نه، منتظر میشودن جلوی بابا میستادن، دست به سینه. آقا امام حسین مثلا میفرمودن بنیه رقیه جهزی نفسکی، رقیه جان داریم میریم، برو خودتو آماده کن عزیزم. رقیه هم میرفت مثلا آماده میکرد و میومد جلوی بابا میستاد. سکینه شما برو عزیزم، داریم میریم. همه و همه رو گفت، همه رو گفت. فاطمه رو نگفت، دل فاطمه شکست. میگن فاطمه با باباش میخوابید، یعنی امام حسین وقتی که میخوابید این میومد پیش بابا، هر روز خیلی بابایی بود. کارش هم این بود که مثلا امام حسین اگه خواست نماز بخونه، زود سری میرفت سجاده امام حسین رو پهن میکرد پشت سر بابا نماز بخونه. حسین هم یه علاقه خاصی به فاطمه داشت، از بس شبیه مادرش زهرا بود. فاطمه تعجب کرد چرا بابایی منو صدا نمیزنه، شروع کرد از اتاقی به اتاقی عمدن خودشو هی جلوی بابا نشون میداد، سلام بابا جون حالت خوبه، سلام بابا جون حالت خوبه. میرفت یه لحظه دیگه برمیگشت، سلام عزیزم، کاری، آبی، چیزی میخوای بابا جون؟ شاید بابا فراموش کرده باشه، الان یادش بیاد بگه تورم بیا، برو وسایل تو آماده کن بریم عزیزم، بریم سفر. دید بابا اصلا نمیگه، یوکی امام حسین نگاه کرد دید فاطمه علیله نیست. حضرت زینب اومد گفت برادرم دیدی چه جوری را میره، مثل مادرمون قد خمیده را میره، این هی از این اتاق به این اتاق می اومده تا تو ببینیش بگی بیا، الانم نمیدونم کجاست. حسین گفت من میدونم کجاست. رفت دید فاطمه تو محراب بابا ایست داره گریه میکنه. من چند تا ابیات به عربی بخونم به ادامه بدن. یا بو یحسین و یاکم خذونی والله وحدی و علی لا تخلونی، یا بو یا بو یحسین و یاکم خذونی. دید داره گریه میکنه،
میگه بابایی چرا میخوای منو ول کنی؟ مگه من دختر تو نیستم بابا؟ گفت عزیزم این حرفا چیه؟ تو اسمت فاطمه است، شمایل تو مثل مادرم زهراست، ولی عزیزم تو خیلی کوچیکی برای این سفر. یا بوی سفر ندر به طویل، یا بوی سفر ما خیلی طولانی. گفت بابا جون این که نشد حرف، اگه به کوچیکیه چرا برادرم علی اصغر رو میبری؟ گفت بابایی ولی شما مریض هستی. گفت حسین جان اگه به مرضه چرا داداشم زین العابدین رو میبری؟ میدونم آقای ما سرور ماست، ولی اونو چرا میبری؟ اونم مریضه. شروع کرد گریه کردن. اینجا بود عمو عباس و دید، وارد اتاق شد، این جمله رو گفت، گفت ویاکم اخذون یسرج الخیل وحط فراشكم لو چلچل الليل. يا ابو بابا جون اگه دختر نمیخوای نوکر و کلفت که میخوای بابا؟ نمیخوای یکی براتون قضا درست کنه؟ نمیخوای یکی براتون سجاده رو براتون بیاره برا نماز؟ منو کلفت ببر بابا. ارباب وفا مرا نزاری، خوب میدونی چه نوکری داری. بابایی من نوکر شمایم، بابایی بذار منو به عنوان کنیز بات بیام بابا. قول میدم قضا درست کنم، قول میدم سجاده رو پهن کنم. حسین دیگه نتونست، شروع کرد گریه کردن. تو اینجا بود یا که عمو عباس و دید، روایت داره حضرت من متوسل و ابوالفضل عباس جود. آخه بچه های حسین خیلی با عمو خوبن. افتاد پای عمو رو ببوسه، عمو خیلی خجالت زده شد. عموی من علم به دوش آسمونه، با بچه ها چه مهربونه. گاهی منو رو دست میگیره، با اون نگاه مهربونش میگه که عمو برات بمیره. عمو جان تو به بابا یه چیزی بگو منو باهاتون ببره. آقا ابوالفضل عباس گفت حسین جون من به بابام امیرالمومنین وعده دادم من نوکر زینب باشم تو راه کربلا، به تو وعده میدم فاطمتم من کنیزش باشم، من نوکرش باشم، اجازه بده خودم باهام باشه. آقا فرمودن عباس این دخترم و خدا نخواسته اسیر ببینه. هذی ماهی مکتوب تتود هدیه ولاهی اخوی من سبای الغاضریه، ردی یا بنتی و ردتج صعب علیه. گفت بابا همینجوری میخوای منو ول کنی؟ گفت عزیزم یه قول بهت میدم، اگه ما رفتیم کربلا، اگه رفتیم عراق چیزیمون نشد،
عموت عباس رو میفرستم تو رو بیاره. اگه عموت عباس نتونست برادرت علی اکبر رو میفرستم تو رو بیاره. کار دختر اینجوری بود، خداحافظی کردن خوشحال. هر روز منتظر بود از خونه ام سلمه میومد خونه بابا حسین، شاید عمو عباس اومده، شاید علی اکبر اومده. انا لقع الدرب لضعون ولا سايل يرحون ويجون. يا ابو حسين بي لا تقطعون يا ابويا. دید سفر بابا خیلی طولانی، از عمو عباس خبری نشد، از علی اکبر خبری نشد. شروع کرد دنبال قاصدی بگرده، یه نامه بنویسه برسونه به حسین. یا آقای اومد گفت خانوم من دارم میرم کربلا، اگه چیزی امری فرمایشی باشه. گفت من یه نامه می‌نویسم فقط بدی به دست بابام حسین بخونه. قاصد میگه من گرفتم نامه فاطمه را، چقدر خوشحال شد فاطمه. شاید بابا فراموشم کرده. قاصد میگه رفتم رسیدم کربلا، ولی چه روزی، روز عاشورا رسیدم. میگه دیدم یه آقای وایساده، یه مشتن و بچه دورشو گرفتن، یکی دست میبوسه یکی پا میبوسه، کشون کشون میکشوننه. همشون هم یک جمله دارن: الهی یا بابا، الهی یا رجانا، بابا داری کجا میری؟ تو رو خدا نرو بابایی، ما رو تنها نذاری، بمون عزیز زهرا بمون. گفت دیدم این مردو دارن این ور اون ور میکشونم، خجالت کشیدم. گفتم شما حسینی؟ گفت بله. گفتم یه نامه از دخترت فاطمه اومده. آقا نامه رو دیدن، بویدن، گریه کردن، بعدم صدا زدن: اخی زینب بنی رقیه بنی سکینه، بابا بیایید ببینید فاطمه چی میگه. نامه رو باز کرد فاطمه، اینا این جملات رو نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ابا یا حسین وعدت ان تأتي لي العباس، ان تأتي لي عمي العباس ويأخذني، اين عمي؟ بابا تو گفتی عموت میاد، بس چرا نیومد؟ حسین یه نگاه به علقمه کرد، گفت این عباسی؟ من جسد پاره پاره شو نتونستم حتی تو خیمه بیارم. بعد گفت ابا وعدت ان تأتي الي اخي علي الاكبر، اين علي؟ صدا زاد: وعلي ولا علي لي اليوم، بابا علي اكبر تكبر گردن، بابا بی تنها کسی نداره، تنها شده. انا بصغير دهر بيكم يعود يا ابويا، والله ورد اشيل راسي بيكم ردود،
وتتلايم مردود جروحي الأكبر ورد أشيل راسي بيكم مردود ورد نشفوف أبو فاضل للزنود. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.